قرعه به نام چی افتاد؟ امروز کلوچه گوشت رو کلوچه آموزش گوشت. میدیم. بله، خیلی از دوستان تقاضا کرده بودن برای امروز در نظر گرفته شده. بسیار عالی، خواهش لطف میکنم. بفرمایید. با اجازهتون مواد اولیه، پودر خمیر ترش داریم یا پودر خمیر مایع فوری به میزان یک قاشق مرباخوری. پودر خمیر ترش 1 قاشق مرباخوری، آب گرم 1 پیمانه، شکر 1 قاشق مرباخوری، تخم مرغ 2 عدد، آرد 3 تا 4 پیمانه، نمک 1 قاشق مرباخوری، روغن مایه 2 قاشق سوپخوری، کنجد و سیاه دانه به میزان لازم برای تزیین روی کلوچه هامونه. و مواد میانی توی کلوچمون گوشت چرخ کرده 150 گرم، سینه مرغ 150 گرم، قارچ 150 گرم، پیازچه 3 تا 4 ساقه، فلفل دلمه ای 1 عدد، رب گوجه فرنگی 2 تا 3 قاشق سوپخوری و پیاز متوسط 1 عدد، ادویه پودر آویشن و پودر سیر از هر کدوم 1 قاشق مرباخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. خب ما در ابتدا باید خمیرش رو آماده بکنیم، خمیر رو استراحت بدیم تا کاملا ور بیاد. تو این فاصله، حالا تا قبل از اینکه من خمیرمو بگیرم، مواد میانیش رو تا حدود گوشت چرخ کردهش خواهم شد آماده کردم، چون مقدار اینجا زمان میبره، یه مقدار سرخش کردم. منتها سینه مرغ چون خیلی لطیفه و زود پخته میشه، سینه مرغ رو اینجا تفتش میدم. با یه دونه پیاز اول شروع میکنیم، پیازمون رو نگینی خوردش میکنیم. یه مقدار پیاز که طلایی شد، مرغ رو بهش اضافه میکنم. سینه های مرغ هم از سینه یا فیله مرغ میتونن دوستان استفاده بکنن که به صورت حبه حبه های کوچیک یا نگینی خوردش کردم. تو این فاصله که حالا تا پیازمون یه مقدار طلایی بشه، من مواد خمیر رو بگم که آماده میکنیم. اینجا پودر خمیر ترش داریم، پودر خمیر ترش فوری، شکر و آب گرم. این سه تا لازم و ملزومات همدیگه هستن. ما میایم شکر رو میریزیم داخل آب گرم، آبی که دماش به اندازه دمای بدن، یعنی 38 تا 42 درجه سانتیگراد باشه، گرماش رو دستمون احساس کنه ولی دستمون نسوزه. شکر رو میریزیم، بعد پودر خمیر ترش هم میریزیم روی آب. حالا نیازی نیستش که حتما این پودر خمیر ترش کاملا داخل آب فرو بره، یه مقدارش هم روش بمونه هیچ مسئله نیست. به خاطر همین میگیم پودر خمیر ترش فوری، که هم میتونیم مستقیما با آردمون به صورت خشک استفاده کنیم، هم میتونیم به این صورت داخل یه مایعی، حالا شیره یا آب، عمل بیاریم. که من زودتر این کارو انجام دادم. ببینید یه مقدار روش حباب جمع شده، روش کف میکنه میاد بالا. اگه چند دقیقه بیشتر زمان بدیم، مثلا اگر هر چقدر جاش گرمتر باشه، این ممکنه که کاملا سر بره. زمانی که ما پودر خمیر ترش رو به این صورت عمل میاریم، مدت زمان استراحت خمیر ما یه مقداری کمتر میشه. خب بعد از اینکه پودر خمیر ترش ما عمل اومد، اینجا ما 2 تا تخم مرغ داریم، یه دونش برای رومال کلوچه هامونه، یه دونش برای داخل خمیرمونه. خب این تخم مرغ کامل رو یه مقدار همش میزنم. مایه خمیر عمل اومده رو ببینید، کاملا روش حباب زده، به این مایه اضافه میکنم. آردمون رو کم کم اضافه میکنیم. حدود همیشه اندازه آردی که ما برای خمیر هامون میدیم تقریبی هستش. خواهم همیشه ممکنه یه مقداری بیشتر ببره، حدودا میگیم 3 تا 4 پیمانه، ممکنه گاهی وقتا حتی از اون 4 تا پیمانه هم بیشتر ببره، به خاطر اینکه چسبناکی خمیر ما از بین بره. از کجا متوجه بشیم بیشتر بریزیم یا کمتر؟ ما حدوداً 4 تا پیمونه رو کنار دستمون میذاریم. وقتی که خمیر رو ورز میدیم، خمیر باید به راحتی از دستمون جدا بشه. خیلی از دوستان یه مشکلی که دارن توی گرفتن خمیر، اصلا میترسن از خمیر درست کردن، خمیرشون خیلی سفت میشه. این چسبندگی که میگیم به این صورته که خمیر ما حالت چسبشو داره، ولی تو دستمون موقعی که جدا میکنیم چیزی از خمیر نمیمونه. حالا موقع کار به دوستان نشون میدم. یه آردمونو که ریختیم، نمکمونو بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق مرباخوری نمک داشتیم، نمک رو به آرد اضافه میکنیم. من یه مقدار دیگه میریزم. ما هیچ وقت نمک و روغنمونو مستقیما به مایه خمیرمون اضافه نمیکنیم، چون باعث میشه که یه مقدار
سرعت عمل حجم شدن خمیرمون رو به تأخیر بیاندازه. یه مقدار این حالت خمیری که پیدا کرد ولی کاملا چسبناکه، می‌بینین این نیاز به آرد بیشتر داره. من دو تا قاشق سوپخوری روغن بهش اضافه میکنم، روغن مایه رو. روغن رو که اضافه کردیم، ببینید وقتی روغن به این ترکیب اضافه میشه یه مقدار حالت انسجام رو پیدا میکنه. بله پیدا میکنه. خمیر یه مقدار چسبناکیش از دست میره، ولی واقعا این خمیر خیلی شله، نیاز به آرد بیشتری داره. کم کم آرد رو بهش اضافه میکنیم تا خمیرمون رو بگیریم. یه خمیر کاملا لطیف و نرمی به وجود میاد که چسبندگی هم نداره. البته چون من الان دارم با دستکش کار میکنم، بهتر که دوستان دستاشون کاملا تمیز باشه و تو دستشون با دست این خمیر رو لمس کنن. بله گرمای دست دقیقا باعث میشه خمیر کاملا ور بیاد و به راحتی خمیر رو میتونن تو دستشون اون نرمیش رو احساس بکنن، چسبناکیش رو. خب یه مقدار پیاز ما اینجا لابلای هم دیگه باید کار رو انجام بده. اگر کمک میخواد من بیام دستتون درد نکنه، مرسی. بعد هم بخوره میخواییم بیان پیشون؟ ممنونم، دست میکنیم، ببخشید. این باید خواهد میرسه؟ بله من آشوکتونم خوب داغ شده. بله، میخواییم قاشقو عوض کنم؟ نه نمک و فلفل رو همینجا به گوشت مرغمون اضافه میکنیم. اینو در واقع تکه تکه های ریز کردیم، نگینه خود کرد. خیلی نگینی، بله. از هبه هبه چرخ کنیم ما میره دیگه، همچنین یه جایی بله. باز بله. میشه اینطوری هم شکیلتر داخل غذا هم خب راحت تر هم هستش، کارمون کمتر میشه دیگه، چرخ کردن نمیخواد کنم. خب این گوشت چرخ کردمون هم که اینجا من سرخ کردم، چون به خاطر اینکه زمان نداریم، با یه دونه پیاز که کاملا نگینی خرد کردم سرخش کردم، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه کردم، نمک و فلفل، یه کوچولو زردچوبه فقط برای گرفتن بوی زخمش اضافه کردم و آماده است. ما حالا میتونیم اول گوشت چرخ کردمون رو سرخش کنیم، بعد مرغ رو بهش اضافه کنیم که تو این فاصله هر دو تا با هم دیگه سرخ میشه. الان باید به این گوشت چرخ کرده اضافه کنیم؟ بله، یه مقدارم که دوباره تفت بخوره این آماده میشه. خب من خمیرمو الان بعد از اینکه خمیر رو گرفتیم، خمیر رو تقریبا یه 4-5 دقیقه باید تو دستمون مالش بدیم، ورزش بدیم. بعد خمیر رو چونه میگیریم، داخل همون ظرفمون میذاریم، روش تلفن میکشیم. یه جای گرم اضافه کنم به نظرم میاد سرخ شده. چرا الان بعدن گوشت رو بهش اضافه کنم؟ گوشت رو چرخ کردمون رو اضافه میکنیم. قارچمون هم که بلانچه کردم تو جلسات پیش، بلانچه کردن قارچ رو راجبش توضیح دادیم. قارچمون رو اضافه میکنیم. ادویه‌مون که شامل همون نمک و فلفل بود، یه مقدار پودر آبیشن داریم، پودر سیر داریم، به این ترکیبمون اضافه میکنیم. شما هم به زحمت اضافه کنیم. اختیار داریم. آبیشن چه عطر خوبی داره. بله. برای این جور غذاها. خیلی عالیه. بله. بعد پیازچه رو میریزم. پیازچه توی غذاهای گوشتی خیلی عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. نمیشه جعفری هم اضافه کرده این؟ چرا، میتونیم جعفری هم اضافه کنیم. هر سبزیجات معطر و طعم‌دار دیگه ای که دوست داشته باشین میتونیم به این موادمون اضافه بکنیم. من از فلفل دلمه رنگی استفاده کردم که اینا رو هم اضافه میکنیم. با سلیقه میگیم خواهش میکنم یه تفت کوچولوی بخوره. پس میشه یا فلفل بریزیم یا جعفری. البته کاری وقتا خیلی غذا خانشه، من هر دوتاش هم استفاده هر دوتاش میکنم. بله مزای هر دوش. بازم ادویه و سبزیجات و اینا همه اینه در حدی که فقط قاطی بشه و مزه دار مزه هم دیگر رو بگیره. بله مزش. بله درسته. بعد اینجا سوپ گوجه فرنگی داریم که یه ترکیب خیلی خوشمزه ای داره توی تمام غذاهای ایرانی. یه ذائقه ما ایرانی همیشه این طلبه رو بله. گوجه فرنگی رو این درسته که اول وسطش سرخ کنیم یه مقدار رنگ بیشتر میندازه یا نه از همون اول قاطی کنیم؟ بهتر که قاطیش بکنیم بهتر. و از نظر سلامت و بهداشت من اینطوری شنیدم خواهم شده که بهتره روبه گوجه به خاطر اون ترکیبات نگهدارنده‌ای که داخلش داره زیاد رو حرارت نمونه. آه. مگر اینکه روبه گوجه فرنگی خودمون تو خونه درست کرده باشیم.
من فکر میکنم یه مقدار دیگه. بله به نظر میاد بله که میخواد قرمز سر بله. بشه. دقیقا سه تا قاشق سوپخوری رو به گوجه فرنگی بود که استفاده شد. خب این خمیر رو روش رو عرض کردم که سلفون میکشیم، یه جای گرم میذاریم تا حجم خمیر ما دو برابر بشه. زمانی خمیر آماده هست که وقتی ما یه حفره ایجاد میکنیم جای اثر انگشت ما روش بمونه و به راحتی بالا نیاد، یعنی هم حجم خمیر زیاد شده هم وزن خمیر ثابت میشه و آماده است برای هر وقت شما بگین من زیر اینو خاموش میکنم. ممنونم، دستتون درد نکنه. یعنی خاموش کنم دیگه؟ بله آماده باشه. ممنون. من از قبل یه خمیر رو آماده کردم، البته اینو من یکی دو ساعتی هست آماده کردم. ببین کاملا حجم خمیر ما زیاد شده، پف کرده و خمیر کاملا سبک شده. این خمیری که عمل اومده رو دوباره جمعش میکنیم تو دستمون. هر خمیری که ور میاد دوباره تو دستمون ورزش میدیم، در واقع پفش رو میگیریم. حال برای کلوچه های گوشتیمون از این خمیر که آماده است، من وزنش رو حالا دوستان میبینن اندازه خمیر رو که بله یه دونه درست بله میکنم. وزنش رو همه رو زدم رو ترازو، هم شده 45 گرمی گرفتم. حالا 40 تا 45 گرم دوستان بله میتونن اندازش رو داشته باشن که حالا همه یک اندازه بشه. به صورت یه کاسه کوچولو، یه کاسه بله تقریبا شبیه کلوچه‌های قزوین خواهم میشه. بله. اینطور قزه هست. بله. از این موادمون یه مقدار داخل این من مشکلم با این کلوچه ها چیه؟ ولی وقتی میخواد حالا استفاده بکنه بیشتر خمیره زیر دندونش میاد تا بله محتویات درونش. راهی هست که ما بتونیم یه مقدار این خمیری که به صورت کلوچه میکنیم الان بغچش میکنیم میبندین نازکتر باشه و محتویاتش بله بیشتر باشه؟ بله میتونیم خمیرمون رو نازکتر بکنیم، اون قطر خمیرمون رو تو دستمون بزرگتر برداریم، موادمون رو وسطش که بذاریم کاملا بیشتر به سمت زیرش ببریم، چون از زیر وقتی برشته میشه کل خمیر از رو نازکتر میشه. من دستم کاملا الان بله با دستکش خیلی این دستکش کار سخته. با دستکش بله مشکل اینو داخل این خمیر که گذاشتیم زیرش رو جمع میکنم چون روغنی شده و بعد میذاری داخل سینی. بله این سینی تونه؟ بله سینی، سینیمون رو کاملا چرب میکنیم. بفرمایید. مرسی. این خمیر رو تو دستمون گرد میکنیم میذاریم، بعد یه دونه تخم مرغ داریم. بخش بازش رو میذاریم زیر روی سینی؟ بله بخشی که جمع شده به طرف زیر میره. یه دونه خب به ما بگید دیگه چیکار بله میخواید بکنیم. یه تخم مرغ داریم، تخم مرغ رو کاملا میزنیم. همش میزنیم، بعد با برس روش رو زرین میکنیم و یه مقدار کنجد و سیاهتونه روش میریزیم. داخل تخم مرغمون هم میتونیم از زعفرون استفاده کنیم. موادمون رو وسطش که بذاریم کاملا بیشتر به سمت زیرش ببریم، چون از زیر وقتی برشته میشه کل خمیر از رو نازکتر میشه. من دستم کاملا الان بله با دستکش خیلی با دستکش بله مشکل اینو داخل این خمیر که گذاشتیم زیرش رو جمع میکنم چون الان روغنی شده و بعد میذاری داخل سینی. بله این سینی تونه؟ بله سینی، سینیمون رو کاملا چرب میکنیم. بفرمایید. مرسی. این خمیر رو تو دستمون گرد میکنیم میذاریم، بعد یه دونه تخم مرغ داریم. بخش بازش رو میذاریم زیر روی سینی؟ بله بخشی که جمع شده به طرف زیر میره. یه دونه خب به ما بگید دیگه چیکار بله میخواید بکنیم. یه تخم مرغ داریم، تخم مرغ رو کاملا همش میزنیم، بعد با برس روش رو زرین میکنیم و یه مقدار کنجد و سیاهتونه روش میریزیم. داخل تخم مرغمون هم میتونیم از زعفرون استفاده. چقدر میذاریم داخل فر؟ داخل فر که از قبل گرم شده 1-20 دقیقه قبل، دمای 175 درجه، مدت 25 تا 30 دقیقه. خانم دست گلتون درد نکنه. فقط بگین که چیکار کنیم. من فقط توضیح بدم که کلوچه ها رو که پیچیدیم با فاصله داخل سینی قرار میدیم. تو این فاصله وقتی رومال میمالیم یه استراحت 5-6 دقیقه دوباره این خمیرای ما میکنه، حجم کلوچه هامون بزرگتر میشه.